فراخوان تا اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌توری. فعالیت‌های کانون‌های شورشی. درماندگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری برای لوایح مربوط به FATF. بررسی بعدی به این لوایح به بعد از تعطیلات نوروز 98 موکول شد. اعتراف آخوند دشخیم مصطفی پور محمدی، عضو هیئت مرد در قتل عام سال 67 و وزیر قبلی دادگستری کابینه روحانی. هراس جلاد از جنبش دادخواهی و زندبش دادخواهی و زنده بودن پرونده این جنایت ضد بشری. ببینید الان یک کیس به اصطلاح پرونده زنده است. دشمنم داره روی اینا سرمایه گذاری میکنه و الان وارد این میدان شدن میدان دشمنه. من از جاتی حرف نزدم، وقت صحبتم نمیدونم در این باد. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد. خب من از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم، خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم، خیلیشون محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی چیزا دیگه. معاون رئیس جمهور آمریکا: رژیم ایران سردمدار تروریست در جهان و بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه است. مایک پنس: رژیم ایران حملات تروریستی در خاک اروپا را طراحی می‌کند و ما به مقابله با رژیم ایران و نفوذ شرورانه‌اش ادامه خواهیم داد. وزیر کشور انگلستان: حزب الله لبنان در تمامیت خود از این پس یک سازمان تروریستی ممنوعه در انگلستان است و عضویت آن یا دعوت به پشتیبانی از آن نقض قانون است. وزارت خارجه آمریکا: گروه حزب الله لبنان مورد حمایت رژیم ایران است و آمریکا از همه کشورها می‌خواهد از اقدام انگلستان در ریستگذاری این حزب تبعیت کند. سوز و گداز سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی از ریستگذاری تروریستی حزب الشیطان لبنان توسط انگلستان. محکومیت جنگ افروزی های منطقه‌ای و تروریسم رژیم آخوندی در کنفرانس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی. حرکت های اعتراضی مردم به سطوح آمده از غارتگری و ستم آخوندی. قرار گرفتن 25 استان کشور در محاصره سیل و برف و کولاک شدید. بحران درونی رژیم بر سر شکست برجام و ماجرای استعفای ظریف. شماری از نمایندگان مجلس رژیم استعفای ظریف را توطئه و ضربه به نظام دانسته و خواستار استیضاح وی شدند و رسانه‌های باند غالب نظام اقدام ظریف را خیانت و تحمل وی و روحانی را اکل میته توصیف کردند. فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری. هموطنان، جوانان مجاهد و مبارز ایران، جشن ملی چهارشنبه سوری فرا می رسد. آخرین هفته سال را به هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان امامه‌دار تبدیل کنید. همراه با کانون‌های شورشی، تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی و مظاهر حکومت پلید آخوندی را
در هر کوی و برزن به زیر بکشید. سوزاندن مترسک ها و بنرهای خمینی و خامنه ای و روحانی روشنی بخش قلب های مردم دردمند ایران است. با قیام آتش در چهارشنبه سوری به استقبال سال جدید می روید. این سکویی است برای گسترش شورش و قیام در سال 98 در هر زمان و هر مکان. می توان و باید ایران زمین را از آخوندهای فاسد و تبهکار پس گرفت. مقدم بهاران پیروزی خجسته باد. زیباترین وطن آزاد می شود. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، دهم اسفند 97. We'll be right back.
با سلام، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در جلسه روز شنبه 11 اسفند از تصمیم گیری در مورد دو لایحه CFT و پالرمو باز ماند و اعلام کرد بررسی این لوایح بعد از تعطیلات نوروز 98 صورت می گیرد. گزارشی در این زمینه. مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز شنبه جلسه خود برای بررسی لایحه پالرمو را بدون نتیجه به پایان رساند و تصمیم گیری درباره این لایحه به سال آینده موکول شد. در این جلسه آخوند روحانی و پاستور علی لاریجانی رؤسای دو قوه حکومت شرکت نداشتند. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت نتایج لوایح پالرمو و CFT با هم اعلام خواهد شد و تصویب این لوایح نیاز به 2/3 آرای اعضا دارد. وی افزود این جلسه به اظهارات کسانی اختصاص داشت که در جلسات پیشین فرصت اظهار نظر درباره پالرمو را پیدا نکرده بودند. پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی گفت به همپوشانی و ملاحظاتی که بین دو لایحه پالرمو و CFT وجود دارد مقرر شد بررسی لایحه پالرمو با تأخیر صورت گیرد. وی در واکنش به ضرب العجل FATF و تایید کشورهای اروپایی بر تصویب لوایح مربوط به ارگان جهانی ضد پولشویی اظهار داشت رفتار FATF و رفتار اروپایی ها در تصمیم نهایی مجمع درباره این دو لایحه پالرمو و CFT تأثیر خواهد داشت. آخوند مصباحی مقدم عضو دیگر مجمع نیز گفت بررسی ها درباره پالرمو به پایان رسید. نتایج تقریبا مشخص است، اما قرار شد اعضا رأی نهایی خود را فعلا اعلام نکنند و تصمیم را به جلسه بعدی مجمع که در ماه فروردین برگزار خواهد شد موکول کنند. پیش از این لایحه پالرمو در کمیسیون‌های سیاسی و قضایی مجمع رد شده بود. در هفته‌های اخیر موضوع همه پرسی درباره پالرمو و CFT توسط برخی از اعضای مجلس رژیم مطرح شد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجا روز شنبه در این باره گفت از رفراندوم درباره این دو لایحه حراسی نداریم، اما نهادها باید نظر خود را اعلام کنند و این موضوع در مجمع در حال بررسی است. و همچنین حرف آخوند روحانی را در مورد اینکه شورای نگهبان موافق لوایح CFT و پالرمو هست رد کرد و گفت دو لایحه پالرمو و CFT با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. ادعای روحانی در مورد اینکه خامنه ای نیز با تصویب لوایح مربوط به FATF مخالفتی ندارد با واکنش شدید باند رقیب مواجه شد. روز شنبه احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت رژیم گفت روحانی با این اظهار نظر رفتاری شبیه احمدی نژاد از خود نشان داده است. وی همچنین گفت حدس زده می شود که پالرمو رأی نیاورد و من مخالف FATF هستم. در همین حال یک رسانه حکومتی به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت برجام بهترین فرصت تاریخی برای نظام بود که از دست رفت. ماجرای عدم تصویب لوایح FATF نیز باعث ایجاد فضای نااطمینانی در بخش خصوصی شده که نمیتوان در این فضا کار کرد. آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی پس از تعویق تصمیم گیری در مورد لوایح مربوط به FATF در جلسه روز شنبه این مجمع به حرفهای هفته گذشته آخوند روحانی که گفته بود نمیشود نظام را به دست 10 تا 20 نفر سپرد واکنش نشان داد. وی گفت حرف روحانی قابل قبول نیست و هضم ناپذیر است. آخوند لاریجانی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت رژیم سخنرانی می کرد گفت چرا رئیس جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است این گونه سخن می گوید؟ او که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد باید اینطور صحبت کند؟ مجمع 10-20 نفر نیستند و این یک سخن خلاف است. در ادامه خبرهای این ساعت گزارشی داریم از بازتاب ضرب الاجل و شروط FATF در خبرگزاری سپاه پاسداران و بنبست رژیم آخوندی بر سر تصویب لوایح CFT و پالرمو و پیامدهایش برای نظام ولایت فقیه. خبرگزاری سپاه پاسداران می نویسد دولت اعلام کرده است که هدف از تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT که الزامات مورد تاکید FATF است،
بهبود وضعیت مبادلات مالی و ارزی بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی و بهبود وضعیت نظام در حوزه بین‌الملل است. این کنوانسیون‌ها و FATF برای نظام علاوه بر مشکلات متعددی که در حوزه‌های سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی به وجود می‌آورند، راه را برای تحریم نظام از سوی آمریکا تسهیل می‌کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران می‌افزاید در حاشیه این موارد بارها مسئولان دولتی تصریح کردند که FATF نیروهای مقاومت را در منطقه مطابق با قرائت آمریکا سازمان‌های تروریستی قلمداد نمی‌کند. چنانکه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه صراحتاً در مجلس اظهار داشت که FATF حزب الله را به عنوان گروه تروریستی معرفی نکرده است و اجرای الزامات FATF امنیت نظام را تهدید نمی‌کند. اما اظهارات مارشال بیلینگزلی رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره نظام در شهریور ماه 97 صراحتاً عکس ادعای عراقچی است. بیلینگزلی گفته است رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. آنها به تأمین مالی گروه‌هایی مانند حزب الله، حماس و رژیم سوریه که مردم خود را می‌کشد ادامه می‌دهند و همزمان برنامه موشکی خود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را پیش می‌برند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته بود تلاش‌های ما همراه با سوء مدیریت و فساد در اقتصاد ایران همکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره‌ای که از مهمترین شاخص‌های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می‌دهم و این شاخص ارزش ریال نسبت به دلار آمریکاست. در طول تاریخ تحریم‌های ایران ما چنین افتی را در ارزش ریال ندیده‌ایم. خبرگزاری سپاه پاسداران سپس نتیجه‌گیری می‌کند این اظهارات نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی مشکل اصلی الزامات FATF نه در بخش حمایت بلکه در دقیق‌تر کردن تحریم‌ها و افزایش فشار روی نظام از این مسیر نهفته است. به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. آخوند دشخیم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری رژیم در کابینه اول آخوند روحانی و عضو هیئت مرگ خمینی در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به جنایاتش در نسل کشی وحشیانی مجاهدین در زندانها اعتراف کرد و وحشت زده از اعتلای جنبش دادخواهی خون شهیدان سربدار و رسوایی رژیم ولایت فقیه در اثر جوشش خون شهیدان گفت این پرونده الان زنده است. ببینید الان یک کیس به اصطلاح پرونده زنده است. دشمنم داره روی اینا سرمایه گذاری میکنه و الان وارد این میدان شدن میدان دشمنه. من از جاتی حرف نزدم، وقت صحبتم نمیدونم در این باد. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد و خیانتی بود به انقلاب، به امام، حتی به آقای منتظری. یا آقای منتظری صحبتی کرده خوب یا بد، غلط یا هرچی، که امام خب تصمیم گیره مثلا همون جلسه و انتشار همون مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. وقتی آدم جهالتی میگیرتش، اون نفاق و کینه و بغض میگیره، دیگه چشماش بسته میشه و دیگه خیر و صلاح خودش هم نمیفهمه. خب من از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم، خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم، خیلیشون محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی چیزا دیگه. آقایون دیگران می‌خواست خبرنگار رو دنبال من اومد از من سوال کنن، گفتم که من که توی میدون دشمن بازی نمی‌کنم، که متاسفانه یکی از جاهلان داخلی رو حالا به هر دلیلی تحریک کردن تو نقشه خودشون که این نوار رو پخش کرده. دلیلی نداره ما گول نقشه دشمن رو بخوریم، ما توی میدون بازی نخواهیم کرد. حرفای گفتنی هم فراوان داریم، به وقتش باید بگیم. ساجد جاوید وزیر کشور انگلستان با اعلام حزب الشیطان لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد سازمان حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی ممنوعه در انگلستان است. هر فردی که عضو این سازمان باشد یا دعوت به پشتیبانی از آن کند در حال نقض قانون است. وزیر کشور انگلستان پیشتر تاکید کرده بود که حزب الله لبنان یک عامل بی‌ثبات کننده در خاورمیانه است و انگلستان میان شاخه نظامی و شاخه سیاسی این حزب تمایزی قائل نیست.
پارلمان انگلستان پیش از این گنجاندن هر دو شاخه نظامی و سیاسی حزب الشیطان لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی تصویب کرده بود. وزارت خارجه آمریکا در پیامی اعلام کرد انگلستان رسماً تمامیت گروه تروریستی حزب الله لبنان را که مورد حمایت رژیم ایران است ممنوع کرد. ما این قدم مهم را تحسین می‌کنیم. همانطور که وزیر کشور انگلستان گفت هیچ فرقی میان بال نظامی و سیاسی این حزب وجود ندارد. ما از همه کشورها می‌خواهیم که از انگلستان تبعیت کنند. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در یک موضع‌گیری هراسان و غیظ‌آلود از اقدام دولت انگلستان در قرار دادن هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب الشیطان در لیست تروریستی سوز و گداز کرد و گفت قرار دادن این حزب در لیست تروریستی را اقدامی نادرست و غیر مسئولانه می‌دانیم. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه حکومت آخوندی بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه است گفت رژیم ایران حکومت سردمدار حامی تروریسم در دنیاست. این رژیم از نیروهای نیابتی تروریسم حمایت می‌کند، به جنگ‌ها در منطقه دامن می‌زند و حملات تروریستی در خاک اروپا را طراحی می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود من می‌توانم به شما اطمینان بدهم که آمریکا قویاً به مقابله با رژیم ایران و نفوذ شرورانه‌اش ادامه خواهد داد و هرگز به این رژیم اجازه نمی‌دهد که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. The Islamic Republic of Iran is the leading state sponsor of terrorism in the world. Iran supports terrorist proxies, fuels conflicts in the region, plots terrorist attacks on European soil and openly advocates the destruction. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات طی سخنانی در 46مین جلسه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در ابوظبی برگزار شد خواستار توقف دخالت‌های رژیم ایران در منطقه گردید و گفت رژیم ایران با حمایت و پشتیبانی مالی و مسلح کردن شبه نظامیان و سازمان‌های تروریستی به طور آشکار میثاق‌های سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل و ارزش‌های انسانی و اسلامی را نقض می‌کند. در این اجلاس عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان گفت رژیم ایران همچنان به فعالیت‌های تروریستی و دامن زدن به آتش فتنه فرقه‌گرایی ادامه می‌دهد. خالد الیمانی وزیر خارجه یمن نیز گفت رژیم ایران با حمایتش از شبه نظامیان حوثی منطقه را بی‌ثبات می‌کند. خبرهای این ساعت را با گزارشی از استیصال رژیم آخوندی و بحران فزاینده ولایت ارتجاء پس از ماجرای استعفای جواد ظریف ادامه می‌دهیم. دو روز بعد از بازگرداندن عجولانی ظریف بر سر کار، بحران درونی رژیم بر سر نقش مسیر نظام برای لوایح FATF بار دیگر با حمله به ظریف و روحانی تشدید شد. مهره‌های باند خامنه‌ای اقدام ظریف را در اندازه خیانت ارزیابی کرده و تحمل ظریف و روحانی را اکل میته به معنی خوردن گوشت مردار از سر ناچاری خواندند. در نمایش جمعه مشهد آخوند علم الهدا گفت آقای مسئول روابط بین الملل کشور با کمال صراحت بیاد بگه آقا FATF نه مشکل اقتصادی رو حل میکنه، نه تحریم رو از بین میبره، نه فشارهای دشمن رو کم میکنه، فقط به دست امریکا بهانه ندیم. این اوج محافظه‌کاری در این انقلاب. روزنامه وطن امروز زیر عنوان هدیه به دشمن نوشت حالا پس از بازگشت سادی ظریف به وزارت امور خارجه محافل کارشناسی به برآورد هزینه‌های استعفای ظریف درست هنگام سفر اسد به تهران پرداختند. کارشناسان مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در این باره گفتند این اقدام ظریف تبعات و هزینه‌هایی در اندازه خیانت به کشور دارد. آنها می‌گویند نباید از این موضوع به سادگی گذشت. این روزنامه به نقل از برخی از اعضای مجلس ارتجاع افسوده است گفتند با این استعفا برای آنها مسجل شده که ظریف صلاحیت حضور در جایگاه وزیر امور خارجه را ندارد. این دسته از اعضای مجلس رژیم همچنین گفتند آنها به فکر استیضاح ظریف افتادند.
دیروز همچنین 12 عضو مجلس در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ظریف را شماتت کردند که با بی‌تدبیری و رفتار عجیب اختلافات خود با رئیس جمهور را در بدترین زمان ممکن برملا کرده و دستاورد دیدار اسد با مقامات نظام را به حاشیه برده است. آخوند پژمانفر عضو مجلس ارتجا با اشاره به استعفای ظریف و تأثیر آن بر به حاشیه رفتن دیدار دیکتاتور سوریه با خلیفه ارتجا گفت: بنده فکر نمی کنم این موضوع یک اتفاق معمولی باشد. به افزود ظریف باید توضیح دهد چرا چنین اقدامی را آن هم دقیقاً در شامگاه دیدارهای بشار با خامنه‌ای و روحانی انجام داده است. آخوند پژمانفر با بیان اینکه اقدام ظریف تأثیرات منفی به همراه داشت خط و نشان کشید که این اقدام در کارنامه ظریف و روحانی خواهد ماند. هادی افقهی از کارگزاران باند خامنه‌ای گفت این یک توطئه بود و کاملاً هم مشخص بود. وی افزود این یک بازی کثیف بود که به نفع جریان استکبار تمام شد. این اقدام ظریف ضربه ناجوری بود، جدای از ضربه‌های دیگری که سیاست‌های غلط دستگاه دیپلماسی در دولت روحانی تاکنون وارد کرده است. بدتر از اقدام ظریف، دفاع از این حرکت زشت است. اینها به دریوزگی سیاسی و رسانه‌ای افتادند. می‌گویند نظام ظریف را تایید کرده است. بله، اگر نظام وی را تایید کرده، در حد اکل میته است تا دوره ظریف و روحانی تمام شود و بروند. واقعا مگر چقدر می شود به نظام و مردم ضربه زد؟ آن از برجام و حالا هم FATF. در جمعه بازارهای شهرهای مختلف هم این حملات ادامه داشت. در قزوین آخون عبدالکریم آبدینی با اشاره به سفر دیکتاتور سوریه گفت امروز زمان قهر و استعفای ظریف نبود. آخون ابراهیم بحرانی در نمایش جمعه دیر گفت با اقدام کودکانی ظریف این سفر بشار تحت شعاع قرار گرفت و با ایجاد شکاف بین نیروهای داخلی بازتاب این سفر دوام پیدا نکرد. آخوند محمد تابش در جمعه بازار بندر شاپور سابق گفت برخی شاید وادار شده باشند استعفا دهند تا این دیدار مهم را تحت شعاع قرار دهند. با گزارشی از اعتراضات اقشار مختلف علیه چپاول و ستم آخوندی اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. کارگران خطوط راه آهن در مناطق مختلف کشور در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوقهایشان توسط کارگزاران رژیم دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در اندیمش کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران تراورس در منطقه هرمزگان در ایستگاه سیرجان اعتصاب کردند. آنها روز پنجشنبه به مدت 3 ساعت مسیر قطارهای باری را بستند. در شهر درود، کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس لرستان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. روز شنبه جمعی از کارگران شرکت واحد در اعتراض به گرانی در برابر وزارت کار رژیم در تهران تجمع کردند. جمعی از خریداران خودرو از شرکت کرمان موتور در اعتراض به فریبکاری کارگزاران رژیم و عدم دریافت خودروی سفارشی در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند. همچنین جمعی از حوالداران ایران خودرو مقابل ساختمان وزارت صنعت رژیم در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. 5 بانک ورشکسته وابسته به سپاه پاسداران در اقدامی از سوی دولت آخوند روحانی برای مقابله با اعتراضات گسترده غارت شدگان با یکدیگر ادغام شدند. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند 5 بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و کوثر در بانک سپه ادغام شدند. بانک مرکزی رژیم در اطلاعیه‌ای درباره این ادغام مدعی شد بر اساس مصوبات سران سه قوه در ارتباط با ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این ادغام برای ساماندهی بازار پول تدوین شده است. و آخرین خبر این ساعت. 25 استان کشور گرفتار سیل و برف و کولاک شدید شدند. رئیس سازمان به اصطلاح امداد و نجات رژیم گفت 25 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان،
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد متأثر از سیل و برف و کولاک هستند. وی گفت که صدها واحد مسکونی و خودرو دچار آب گرفتگی یا در محاصره برف قرار گرفتند. بینندگان گرامی، با پخش عناوین خبرها اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. خدا نگهدار همگی شما.